البته موارد و جنایت های این افراد اینقدر زیاده که خود نیاز به چندین برنامه هست که به شمه از اونها پرداخته بشه. دقیقا از یک دو مورد گذشته. دقیقا، یعنی با عرض معذرت از شنوندگانتون و هموطنانمون به خاطر زیر وقت، ما قادر نیستیم که جنایت های این افراد به حداقل جنایت های افراد نام ببریم که در طی این سالیان چه جنایت هایی که نیافریدن، ولی سعی داریم که در برنامه های پیش رو هر از به این موارد بیشتر رو پردازیم و ابعاد و عمق جنایت هاشون رو بیشتر افشا کنیم. دقیقا. البته شاید اینها همانند سریای قبل بیان و بگن که ما پولی اونجا نداشتیم یا مسافرت به اونجا نخواهیم کرد و قصد این داشته باشن که به طرقی این رو کم اهمیت بده بزن. قطعا این کار رو خواهند کرد و قطعا این کار رو خواهند کرد، ولی واقعیت امر چیز دیگری است. اینها در دام جنایت های خودشون که ساختن علیه مردم ایران افتادن و فراری از این نیست تا اینکه به زودی توسط مردم ایران با محاکمه عادلانه و با داشتن تمام و رعایت تمام حقوقشون به سزای اعمالشون یا جوابگوی اون جنایت هایی که کردن در دادگاه‌های مستقل و با حضور مستقل و با حضور ناظرین بین‌المللی صورت خواهد گرفت. و قطعا هم همین روزا باز در خبرهاشون خواهند گفت که امپریالیست و یا اسرائیل و آمریکا و اینا تمام اینا رو برای ما چیدن، طراحی کردن، فتنه کردن و الا این آدم های شریف و تمیزی هستن. ولی دیگه انقدر از این دروغا گفتن به نظر فقط ابلهان باور کنند. اگر نه هر انسان سالمی که یه عقل نسبتا متوسطی هم داشته باشه دروغهای پس فطرتانه اینا رو نخواهد پذیرفت، که حتی از اون صدا و سیمای ننگ و دروغ که در واقع بلنگوی ایناس پخش میشه و رسانه خامنه ایست، کسی دیگه با حد اقل یه عقل متوسط هم نخواهد پذیرفت و این دروغ ها دیگر براشون ارزشی نخواهد. دقیقا. به هر حال ببینید در هموطنان ما که در داخل ایران هستن و با پوست و گوشت و استخوان با این جنایت های اینها مواجه بودن، چه در شکنجهگاه ها، چه در مراجعه با اونها و چه در خیابان ها، یعنی بالاخره چهره پدید اینها عریان هست و خب دیگه همه مردم ایران ماهیت پدید و زده بشه اینها را شناختن. بیشتر به نظر میاد برای بسیجی و همپالگی های خودشون این حرفا رو میزنن و همانند کبکی که سر خودش رو فرو برده و چون که اون کسی رو نمیبینه فکر میکنه کسی متوجه جنایت هایی که اینو انجام دادن نمیشه و سعی میکنه با لفاظی و فریبکاری واقعیت ها رو قلب کنه یا به شکل دیگری جلوه بده که سالیان سعی و تلاش بر این کردن که امروز دیگه این گونه دوچار و گرفتار اون فریبکاری، دنایت ها و رزالت ها و پستی های خودشون شدن. بله، عاقبت چوپان دروغگوه. به هر حال این موردی بود که و قطعا هم در نهایه اعلام کرده که این لیست ناقضین در آینده افراد دیگری افزوده خواهد شد و در این سطح باری رو نخواهد موند. با هر از جنگاهی اون رو مورد بازبینی قرار میده و افراد بیشتری احتمالاً به این لیست افزوده خواهد شد. بله. همچنین روز فلواقع پنجشنبه 25 فروردین ماه نیروهای سرکوبگر اطلاعاتی و انتظامی رژیم ولی فقیه به جوانان خوزستان یورش بردن و بعد گزارش ها حاکی است
جان باختن 4 نفر و دستگیری 10 نفر هست. و خب این مسئله در راستای اعتراضاتی که ما امروز به اشکال مختلف شاهد اون هستیم، چه به صورت اعتراضات کارگری و یا اعتراضات مردم به خاطر شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی، فقر و بیکاری، سرکوب عریان و اعمال ضد بشری. رژیم ولی فقیه در محاصره کامل مردم ایران قرار گرفته و خود میدونه که راهی برای فرار از جنایتاش براش باقی نیست و با عربده کشیدن و غیره هم یا کشتار نمیتونه از این شرایط بیرون بیاد و راه فراری براش باقی گذاشته نشده. بله. همچنین ما جانباختن یکی از هواداران آقای بروژوزی رو باید به فهم شنوندگانتون برسونید. اون در سال زمانی که به منزل آقای بروژوزی یورش بردن، زنده یاد جعفر جوادی، دستگیر شد. در جریان این جوان 35 ساله در جریان یورش ماموران ولی فرض منزل آقای بروژوزی به شدت از ناحیه سر مجروح شد و با وجود وخیم بودن حالش اون رو به مدت 15 روز در شکنجهگاه وزارت اطلاعات بند 209 نگه داشتن و تحت شکنجه ها او رو تحت شکنجه قرار دادن که وقتی وضعیت جسمیش به وخامت گرایید ناچار شدن اون رو آزاد کنن. زنده یاد جوادی از اون تاریخ تا به بعد نتونست اون سلامتی خودش رو بازیابه و با صرف هزینه‌های مختلف در بیمارستان و غیره، ولی متاسفانه 15 فروردین جان خودش رو فدای راه آزادی مردم ایران کرد. و این جنایتکاران چه در شکنجهگاه ها و یا چه اونهایی که در شکنجهگاه هستن در آستانه مرگ قرار میدن که ما در جریان اعتراضات یا قیام های سال 88 شاهد بودیم که زندانی که آزاد میشد بعد از مدتی به طرز مرموزی جان میباخت و خب البته برای ایشون چندین سال بوده در این شرایط و متاسفانه 15 فروردین جان خودش رو فدای راه آزادی مردم ایران کرد. در اینجا آقای بروژردی شعری رو ضمن تسلیت به خانواده، شعری رو سروده که سعی میکنیم چند بیتی رو به سمع شنوندگانتون برسونیم. شد به جوادی ندا بیا به نزد خدا، چون که جهادی شدی بال و پرت نزد ما، گرچه جوان بودنش لرزه دهد قهر ما، روز و شبش زندگی بافته در عشق ما، حال به جنت رود عاشق و شیدای ما، همسنفرش فاطمه و شفیع دربار ما، عمر گران مایش و عدگه خون ما، مذهب او نید امر به معروف ما، او که فدا گشته در حوزه اصحاب ما، داد ستت کرده دین سرفراز ما، آن که بشد پرپر از کینه اعدای ما، داده به غصه شرر حجت و انوار ما، ضربه سر آنچنان بس سره قهر ما، هوش زکف داده و میل به دیدار ما، به وقت رجعت کند بیعت منصوب ما، خوش به نو بلولا به باغ باران ما. و در ادامه توتی و هدهد نگر در قفس فیض ما، پس به جوادی بده فاتحه نظر ما. این بود اشعاری که آقای بروژوزی علی‌رغم این که در زندان هستن و تحت فشارهای مختلف، شعری رو به مناسبت جان باختن این شهید را آزادی سروده و به بیرون از زندان داده شده.
بله. همچنین ما در این راسته به هر حال میبینیم که رژیم ولی فقیه که موارد متعددش رو نام بردیم به ماشین اعدام و سرکوب خودش ادامه میده. روز چهارشنبه 24 فروردین ما دو زندانی در زندان عراق به چوبه های دار آویخته شدن و از این طریق سعی داره که به خیال خامشون که تنها راه بازمانده برای این رژیم پلید و ضد بشری که بتونه به حیات ننگین خودش ادامه بده اعدام و سرکوب و اعمال جنایتکارانه است. بله دقیقاً. بله همین ها باعث شده که نفرت عمومی از این رژیم به اوج خودش برسه و اون هم کاملا واقفه، به خاطر اینکه روزانه باز مردم چه در شکنجه‌گاه و چه در خیابون ها مواجه هست و رفت و خشم و عزم مردم رو به عیان شاهدش هست، به وضوح میبینه. بله بله. از طرف دیگه مسئله ای که بود انصراف خانم وکیل شجاع و زندانی نسرین ستوده از این که در اون محکومیت غیر قانونی، غیر انسانی و سنگین خودش به تجدید نظر خواهی بکنه از این قضیه و همسرش در طی صحبتی که با رسانه ها یکی از رسانه ها داشته علت و دلایل اون رو عنوان کرده که سعی میکنیم این گفته های ایشون رو به سمع شنوندگانتون برسونیم. آقای خندان همسر خانم سوز در مصاحبه‌ای که داشتن گفته با توجه به اینکه بازجویان به او گفتن که این رأی دادگاه بدوی را از دادگاه تجدید نظر تأیید خواهیم گرفت و با توجه به اینکه این موضوع در دادگاه اولیه صادق بوده و بازجوها توانسته بودن رأی یا دستاری را که قبلا گفته بودن دادگاه بدوی بگیرن، بنابراین همسرم به این نتیجه رسیده است که هر نوع تلاشی برای شکستن حکم بیهوده است و اعلام انصراف کرده است. آقای خندان ادامه میده که وقتی میپرسن که چرا خانم ستوده نخواسته تا آخرین لحظه دفاع کند، اجازه داشته که وی نمیخواسته حکمش یا یک یا دو سال تقلیل یابد و بعد هم گفته میشود که تجدید نظر شده. به گفته آقای خندان این حکم از اساس غیر قانونی است و تنها خواست آنها آزادی بی قید و شرط خانم ستوده است. لازم به یادآوریه که خانم ستوده شهریور ماه بازداشت شد و به 11 سال زندان محکوم شد و علی‌رغم محکومیت غیر انسانی و جنایتکارانه همچنان در بند مخوف و شکنجهگاه وزارت اطلاعات، یعنی بند 209 به سر میبرند. از طرف دیگه وکیل دیگری به نام خانم مائده قادری که در حال حاضر در زندان وکیل آباد مشهد هستند و از 12 اسفند ماه دستگیر شدند و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت فشار بازجویان قرار داره، همچنان در بلا تکلیفی است و حتی به این وکیل اتهاماتش رو هم مشخص نمی کن و به او اعلام نمی کنن. به خاطر این اعمال و روال غیر قانونی و غیر انسانی اون وادار شده که در اعتراض به این شرایط دست به اعتصاب قضا بزنه. بله. و همچنان در اعتصاب قضا به سر میبره و خب یکی از رویه های بازجویان وزارت اطلاعات اینه که برای که فشار را علیه خانواده و زندانی شدت ببخشن، خب یکی از رویه های معمولشون معمولا ممنوع ملاقات کردن زندانیه.